گفتگو میکنیم با علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه که از فرانکفورت و آلمان با ما هستند. آقای سعدزاده، در ابتدا در مورد دلایل شکست کودتای ارتش در ترکیه از شما بپرسیم، جنبندی شما رو بدونیم از این کودتای نافرجام. این که شکست خورد تقریبا همون ساعت اولیه معلوم بود، چون اردوان از مخفیگاهش مردم رو به مقاومت فراخوند و نشون داد که هنوز طرفدار داره در بین مردم. همونطور که شما هم گزارش دادید، مثلا محاصره فرودگاه استانبول با آمدن مردم در حقیقت از بین رفت. دلیل دوم این که چرا شکست خورد این کوتاه، اختلافی است بین پلیس و ارتش. پلیس نیروهای وزارت کشور هستند و اینها در جریان دیشب و مقاومت مردم ظاهرا در کنار مردم ایستادن. تصویرها و تفسیرهایی که از ترکیه آمده بیان این است. سوم این که در درون خود ارتش هم اون انسجام لازم برای کودتا نبود. ما در طول دیشب اصلا صدایی از هیچ یک از جنرال‌های بزرگ ترکیه اعلام موضع نکرد، بنابراین معلوم نبود اصلا از نظر شخصیتی چه کسی به اصطلاح فرمانده این کودتا هست. علاوه بر این، احزاب موجود در درون پارلمان و خارج از پارلمان هم چندان با این کودتا توافق نکردند. علاوه بر این، کودتاچیان خیلی زود متوجه شدند که دنیای خارج هم چندان موافق با این کودتا نیست. همینطور که امروز شما در برنامه گفتین، تمام رؤسای کشورهای جهان تقریبا این کودتا رو محکوم کردن، آلمان، آمریکا، انگلستان و فرانسه. ولی نگرانی این کشورها این است که آقای اردوغان بعد از این پیروزی یا اینکه به هر حال بعد از این کودتا شکست خورده دست به انتقام وسیعی بزنه. حالا آقای سعدزاده، رویدادهای تاریخی و کودتاهای اخیر در ترکیه نشون داده که ارتش ترکیه همواره به روند اسلامی شدن جامعه حساس بوده و همواره بر جدایی دین از دولت تاکید داشته. چگونه است که دولت اردوغان الان تاکید میکنه که این کودتا از حمایت فتح الله گلن، روحانی با نفوذ و منتقد دولت آقای اردوغان برخوردار بوده؟ اتهامی که آقای گلن البته اون رو رد میکنه. اینکه واقعا چه کسانی بودن که در حقیقت پشت، یعنی به صورت هسته مرکزی این داستان بودن، هنوز تحقیقات لازم به دست ما نرسیده. ولی یه واقعیتی هست، اون که دو هفته قبل آقای اردوغان اعلام کرد که میخواد 600 تا افسر رو اخراج بکنه و این 600 تا افسر از درون ارتش ظاهرا کسانی هستند که با آقای فتح الله گولن به اصطلاح نزدیکی دارن. ولی اینکه همه اینها طرفدار فتح الله گولن بودن و یا اینکه بخشی هم به اصطلاح ناسیونالیسم ترک، ناسیونالیستای کمالیست ترک بودن، اون رو بایستی بعداً حوادث نشون بده و تحقیقات نشون بده. امکان هم داره که ترکیبی از این دوتا بوده. حالا آقای سعدزاده، خیلی کوتاه، کودتای نافرجام ارتش ترکیه احتمالاً چه تأثیری بر وجهه ترکیه در دنیای اسلام خواهد گذاشت و چه موقعیتی رو مشخصاً برای شخص آقای اردوغان رقم خواهد زد؟ خیلی کوتاه. آقای اردوغان ضعیف خواهد بود در مرحله اول، بایستی نشون بده که میتونه حوادث کودتا رو مدیریت بکنه. ولی فکر میکنم که بعد از برگشتنش روابطش با ایران و عربستان سعودی، کسانی که در درون مناقشه سوریه به اصطلاح گیر هستن، روابط بهتری خواهد می داشت تا ارتشی ها اگر سر کار می‌موند.